بعد از صفهای دلار این بار نوبت صفهای طولانی بورس است تا موقعیتی بی سابقه را در بازار سرمایه ایران رقم بزند. تلاش مردم برای حفظ سرمایه‌هایشان این بار بازار بورس را نشانه گرفته و شاخص‌های این بازار هر روز عددهای جالبی را تجربه می‌کند. شاخص کل بورس که معاملات سال گذشته این بازار را از ارتفاع 178659 واحد آغاز کرد با 334241 واحد رشد معادل 187% افزایش را به ثبت رساند. رشد بی سابقه سرمایه‌گذاری در این بازار نگرانی‌هایی را درباره زمان اصلاح بازار یا همان ریزش شاخص‌ها به دنبال داشته. اینکه آیا سرمایه‌هایمان به زودی از دست می‌رود؟ شاخص‌ها کی ریزش می‌کند؟ چقدر سود می‌کنیم؟ با پس‌اندازمان چه کنیم؟ بالاخره ورود به این بازار درست است یا خیر؟ اما مهمترین سوال این است که چرا دولت تصمیم گرفت سرمایه‌ها را به سمت این بازار هدایت کند؟ همایون دارابی کارشناس بازار سرمایه به این سوالات پاسخ می‌دهد. امسال به هر حال دولت سال بسیار سختی رو داره پشت سر می‌ذاره. افزایش هزینه‌ها رو ناشی از بیماری کرونا داره، کاهش قیمت‌های نفت و کاهش درآمدها رو داره. صادرات غیر نفتی هم تا با مشکلاتی در مبادلات مرزی مواجه شدن. این مسائل باعث میشه که دولت فرصتی رو به وجود بیاره، فرصتی ببینه که بورس که بعضی از شرکت‌های خودش رو بتونه بفروشه یا در واقع از بازار سرمایه تامین مالی بکنه. ما هم امیدوار هستیم که شرکت‌های خوبی رو بیاره داخل بازار، به خصوص در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی، معدن. دولت دارایی‌های بسیار بسیار زیادی داره، سازمان نهادهایی مثل ایمیزو و ایبرو رو داره که میتونه اونها رو بیاره بفروشه و تامین مالی رو از بازار سرمایه انجام بده و این تامین مالی هم برخلاف استقرارات بانک مرکزی تورم زا نخواهد بود. یعنی هرچی دولت دارایی‌هاش رو در بورس بفروشه تاثیرات ضد تورمی هم حتی خواهد داشت و همین خاطر دولت باید از این فرصت استفاده کنه. بدین واقعیتش این چند تا عامل باعث شد که جریان رشد بازار تشدید بشه. اولین عامل کاهش نرخ سود بانکی بود و سیاست‌های خوبی که بانک مرکزی اتخاذ کرده برای اینکه برحال نقدینگی از بخش در واقع نظام بانکی به بخش واقعی اقتصاد تبدیل بشه. میدونیم زمانی که شما نرخ سود بانکی رو پایین میارید، ارزش دارایی‌های مالی مثل اوراق و همچنین سهام افزایش پیدا میکنه. در همین حال خوب یه رکود فراگیری هم ناشی از بیماری کرونا در دو سه ماه گذشته در کلیت اقتصاد داشتیم. برای کسب و کارها خوابیده بود و مازاد نقدینگی از بخشهای مختلف راهی در واقع بازار سرمایه شد. یک تورم انتظاری هم پیش رو داریم که اکثر در واقع کارشناسا انتظار این تورم رو دارن که میشه ارزش ریال، ارزش دلار رو در برابر ریال تجربه خواهیم کرد و به همین خاطر هم اون هم یک انگیزه شد. در کنار اون خب حمایت های خوبی هم از بازار سرمایه توسط وزیر اقتصاد، رئیس جمهور و دیگر مسئولین اقتصادی بیان شد که انگیزه ای رو به معاملگرها بخشیده که حال به صورت دراز مدت در بازار حاضر باشه. حالا ماجرای حباب بازار بورس چیست؟ دارابی میگوید که تعریف آکادمی که برای حباب وجود ندارد. تنها میتوان گفت که ارزش سهام برخی شرکت‌ها از ارزش واقعیشان بیشتر است. برطرف شدن این ایراد هم نیازمند این است که هلدینگ‌ها و برخی شرکت‌های کوچک اقدام به عرضه سهام کنند. چون بازار بورس محیط بسته است و در صورت ورود نقدینگی زیاد قیمت‌ها به شدت افزایش پیدا می‌کند. مبیزش نمیشه به همین حالتی صحبت کرد، چون میگم ما تورم هم در اقتصادمون شدید، به همین خاطر قیمت ها درست به یه حدودی بالا میره و ممکن اصلاح بکنه، ولی در دراز مدت متاسفانه همه قیمت ها در اقتصاد ایران صعودی خواهد بود. یعنی همونطوری که شاید قیمت ملک هیچ وقت مثلا به دو سال پیش برنگرده، قیمت سهام هم به این صورت خواهد بود. ما دوره های استراحت و اصلاح حدید داشته بادر، اما زمانش نسبگی به این داره که تا چه زمانی نقدینگی داره به بازار وارد میشه. اما
در مورد دوره بعد از استراحت دوره بازم محکوم به رشد خواهد بود، چون میگم در دلیل تورم هیچ وقت قیمت رو اصلاح نخواهد شد. روند نزولی بازار بورس پس از سیکل صعودی فعلی هم شرکت به شرکت متفاوت است. در این میان برخی از شرکت‌های کوچک ممکن است ضرر کنند. این یعنی نمی‌توان درباره بازار بورس به شکل کلی نظر داد. بخش عمده‌ای از این سود و زیان به ماهیت شرکت‌ها برمی‌گردد. ببینید، فعالیتش دو سه نتیجه خوب داره. اول اینکه ما می‌تونیم مثلا در بازار سرمایه بالا می‌گیریم، یک عنصر به بازار اولیه میده، برای اینکه شما شرکت سازی در اقتصادتون افزایش پیدا کنه. فرض کنیم مثلا میگم یک کافی مستقی قیمتش مثلا میگه به 3000 میلیارد تومان و شما نگاه میکنید همون کارخونه رو میتونید مثلا با قیمت 1500 میلیارد تومان ایجاد بکنید، خب افراد شروع میکنن به سرمایه گذاری در بازار اولیه تا شرکت بسازن و اونو بیارن تو بورس تا بتونن بفروشن. خب این یک نوع هدایتگری مالی که بازار سرمایه انجام میده. دست دوم این است که سهامدارای عمده که در گذشته اومدن کارخونه ای رو ایجاد کردن، طرز نوازه کارخونه سیمان زده، یک کارخونه فولاد زده، یک کارخونه کاشی زده، حالا اون وارد بازار کرده، از این فرصت استفاده میکنه، بخشی از سهام خودش رو میتونه بفروشه. نمانی که شما بخشی از سهامتون رو فروختید، بچه کافی بودن میارید تا اون رو دوباره سطح ساخته یک کارخونه جدید یا توسعه تر توسعه تون بود. یه خوبی دیگه هم داره، این هست که وقتی قیمت سهام بالا میره، تمایل به شرکت در افزایش سرمایه ها بالا میره و شرکت ها میتونن برای اجرای طرح توسعه، برای توسعه فعالیت های خودشون سرمایه بیشتری در دست داشته باشن. یعنی شرکت میاد افزایش سرمایه میده و چون بازار هم داغ هست و سهامدار هم ارزش شرکت خودش رو در حال افزایش میبینه، حاضر میشه که پول کافی برای طرح توسعه در اختیار شرکت قرار بده و همین یک دوری از توسعه رو ایجاد میکنه. نه همین، فقط بازار املاک و مستغلات احتمالا کاندید در واقع یک رشدی خواهد بود، اما به نظر میرسه که باقی بازارها در حال حاضر به شدت تحت کنترل هستن و خب مجموعه در واقع دولت هم علاقه به این که بازار ارزی بازار طلا دوچاره در واقع نوسانات مخرب بشه نیست، چون بازارهای هر واقع بازار مناسبی برای سرمایه گذاری نیستن و افزایش قیمت در اونها باعث ایجاد مشکلات شدیدی در اقتصاد میشه. به نوعی میتونم بگم بازارهای غیر مولد هستن، اما بورس و بازار املاک مستغلات رشدشون میتونه برای کل اقتصاد خبر خوبی باشه. کارشناسان بازار سرمایه توصیه می کنند در این شرایط بهتر است سرمایه گذاران تازه وارد سرمایه های خود را به مؤسسات سبدگردانی یا صندوق های سرمایه گذاری بسپارند. این نکته را هم باید در نظر گرفت که مردم نباید هیجان زده شوند و بدانند که بورس در طولانی مدت می تواند برای همه آنها شرایط خوبی ایجاد کند.